با نمایاد خداوند، سرخط مهمترین خبرهای امروز از افغانستان، هشدار جدی والی جدید بدخشان به جبهه مقاومت ملی، جزئیات تلفات سنگین طالبان در تخار و لغمان، کشته شدن دو نظامی دولت پیشین در ولایت کنر و در ادامه این گزارش رسیدن بسته 40 میلیون دلاری پول نقد به شهر کابل. برای جزئیات بیشتر این گزارش را تا آخر بیننده باشید و برای تازه ترین خبرها کانال شهر نیوز را حتما دنبال کنید. افغانستان اینترنشنال نوشته است که والی جدید طالبان در بدخشان گفته است که جبهه مقاومت ملی و داعش در جنگ با ما پیروز نخواهد شد. مولوی امان الدین منصور هنگام معرفی به عنوان والی جدید طالبان در بدخشان گفته است که اگر جبهه مقاومت ملی و داعش جنگ را با هدف سرنگونی حکومت طالبان راه اندازی کنند، پیروز نخواهد شد. والی جدید طالبان در بدخشان از مخالفان این گروه از جمله جبهه مقاومت ملی خواست است که از لجاجت دست بکشند. با این حال مولای امان الدین منصور به جای عبدالغنی فایق در بدخشان گماشته شده که روز سه‌شنبه توسط قاری فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان معرفی و به کارش آغاز کرد. مولای منصور در این مراسم از مردم بدخشان خواسته است که نگذارین فرزندان شما تحت تاثیر تبلیغات قرار گرفته و کشته شوند. این مقام طالبان در حالی به گروه‌های مخالف این گروه از جمله جبهه مقاومت ملی هشدار می‌دهد که در هفته‌های اخیر فعالیت این جبهه در بدخشان گسترش یافته است. هفته گذشته جبهه مقاومت ملی مدعی شد که ولسوالی شوکه بدخشان را تصرف و ولسوالی طالبان را نیز اسیر کرده بود. هرچند طالبان این ادعاها را تکذیب کرد، اما جبهه مقاومت ملی در شماری از ولایات از جمله پنجشیر، بغلان، تخار و کاپیسا در برابر نیروهای طالبان جنگ می کنند. در هفته های اخیر درگیری های شدیدی میان طالبان و جبهه مقاومت ملی در ولایت بدخشان نیز رخ داده است. و در ادامه این گزارش وبسایت خبری اطلاعاتی روز نوشته است که انفجار در لغمان دو عضو طالبان کشته و 5 نفر زخمی شدند. در پی وقوع انفجار در ولایت لغمان دو عضو طالبان کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. یک منبع محلی بر روزنامه اطلاعاتی روز گفته است که این انفجار چاشت روز سه‌شنبه 19 میزان در منطقه نورلام ولسوالی الینگار رخ داده است. با گفته منبع این انفجار ناشی از ماین کارسازی شده در کنار جاده بوده و رنجر طالبان را هدف قرار داده است. باید افزود که مقامات طالبان در لغمان نیز انفجار را تایید می کنند و می گویند که دو نیروی این گروه کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. سلامت خان فرمانده پلیس طالبان در لغمان گفته است که رنجر گروه طالبان هنگام گشتنی با ماین برخورد کرده است. مسئولیت این انفجار را تاکنون کسی و یا گروه بر عهده نگرفته است. در همین رابطه وبسایت خبری صدا افغانستان نوشته است که 6 تن از طالبان در کمین نیروهای مقاومت کشته شدند. طبق گزارش های منابع محلی از بغلان در نتیجه یک کمین نیروهای جبهه مقاومت ملی 6 طالب کشته و چندین تن دیگری آنها زخمی شدند. منابع روز دوشنبه 18 میزان گزارش داده است که در نتیجه کمین نیروهای مقاومت در روستای پشه‌ای دره چرخ فلک نیروهای جبهه مقاومت ملی یک رنجر طالبان را هدف قرار دادند. با گفته منابع محلی 6 تن از سرنشینان رنجر حامل طالبان کشته و چندین دیگری آنها زخمی شدند. منابع مذکور تصریح کردند که این عملیات نیروهای جبهه مقاومت ملی روز گذشته 18 میزان صورت گرفته است. یک منبع از روستای پشه‌ای شهرستان خست به صدای افغانستان گزارش داده است که گروه طالبان بعد از دادن تلفات شمار از محاسین، مسفیدان و جوانان این روستاها را بازداشت کرده و با خود بردند. همچنان بر اساس گفته‌های منابع مردمی شب گذشته نیروهای جبهه مقاومت ساختمان شهرستان خست را نیز با سلاح‌های ثقیل هدف قرار داده، اما در این حمله نیروهای مقاومت به طالبان تلفات جانی وارد نشده است. و در ادامه این گزارش دو نظامی حکومت پیشین که با هم برادر بوده اند در کنر کشته شدند. منابع محلی در کنر میگویند که دو عضو نیروهای ویژه ارتش حکومت پیشین که با هم برادر بودند در ولسوالی نرنگ این ولایت کشته می شود. یک منبع که خواسته هویتش فاش نشود بر روزنامه اطلاعاتی روز گفته است که این دو برادر شب گذشته 18 میزان توسط افراد مسلح ناشناس از خانه‌شان بیرون شده و به قتل رسیدند. با گفته منبع جسدهای این دو نظامی در نزدیکی خانه‌شان پیدا شده و دیده می شود که با شلیک گلوله کشته شدند. اما تا کنون انگیزه قتل این دو نظامی روشن نیست. مقامات طالبان در کنر این رویداد را تایید کرده و گفتند که در این زمینه تحقیق خواهد کرد.
و تازگی منابع محلی در غور اعلام کردند که یک نظامی پیشین که توسط افراد مسلح با پوشش طالبان بازداشت شده بود، جسدش پیدا شده است. باید افزود بعد از حاکمیت طالبان، موارد گسترده ای از قتل مرموز نظامیان پیشین گزارش شده است. طالبان متهم به دست داشتن در این قتل ها می باشند، در صورتی که این گروه عفو عمومی را اعلام کرده است. و در ادامه این گزارش، بسیج 40 میلیون دلاری پول نقد به کابل رسید. بانک مرکزی افغانستان که تحت کنترل طالبان است میگوید به ادامه کمک های بشردوستانه جامعه جهانی، یک بسیج نقدی 40 میلیون دلاری امروز شنبه 19 میزان به کابل رسیده است. بر اساس آمار بانک مرکزی، در مجموع میزان کمک های نقدی جامعه جهانی بعد از تسلط طالبان بر افغانستان به بیش از 1,353,000,000 دلار رسیده است. درباره چگونگی مصرف این کمک ها و اینکه تاکنون چه میزانی از آن صرف شده، اطلاعات در دسترس نیست. با این حال، دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان یا یونما میگوید که این کمک ها در یک بانک تجارتی سپرده شده و در اختیار طالبان قرار نمیگیرد. بعد از روی کار آمدن طالبان، دارایی خارجی افغانستان منجمد و دسترسی این کشور به بانک های بین المللی مسدود می باشد. این محدودیت جهانی بحران نقدینگی را در پی داشته و منجر به کاهش شدید ارزش پول ملی افغانستان شده است. و در ادامه این گزارش، وبسایت خبری اسپوتنیک افغانستان نوشته است که دبیر کل سازمان ملل میگوید طالبان به دختران اجازه آموزش را بدهند. دبیر کل سازمان ملل گفته است که او از ادامه محرومیت دختران از مکتب در افغانستان بسیار نگران است. آنتونیو گوتریش، دبیر کل سازمان ملل، سه‌شنبه 19 میزان در پیام به مناسبت روز جهانی دختر گفته است که تعطیلی مکاتب دخترانه برای خود دختران و کشوری که به شدت به انرژی و مشارکت آنها نیاز دارد بسیار آسیب رسان است. دبیر کل سازمان ملل بار دیگر از طالبان خواسته است که اجازه دهند دختران افغانستان بیاموزند. طالبان بعد از دست یافتن به قدرت، مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته کردند. برغم فشارهای جهانی، طالبان تا کنون از این تصمیم خود عقب نشینی نکرده است. این گروه در ادارات دولتی نیز به زنان اجازه کار نمی دهند. و در ادامه این گزارش، در ننگرهار یک جوان خودش را حلق‌آویز کرد. مسئولین محلی طالبان در ننگرهار می گویند که یک جوان در این ولایت خودش را حلق‌آویز کرده و به زندگیش پایان داده است. به نقل از رسانه‌های محلی، حاجی رئیس زابلی، سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در ننگرهار میگوید که این جوان در ولسوالی دره نور این ولایت خودش را حلق‌آویز کرده است. به گفته او، این رویداد روز گذشته دوشنبه 18 میزان در ساحه قلعه شاهی ولسوالی دره نور اتفاق افتاده است. باید افزود این جوان 18 سال سن داشته و در درختی در یک باغ نارنج خودش را حلق‌آویز کرده است. تاکنون علت و انگیزه اصلی این رویداد روشن نیست. با تسلط طالبان بر افغانستان، آمار خودکشی در سطح کشور به گونه بی سابقه افزایش یافته است. بیننده های محترم کانال شهر نیوز، نظر شما در مورد تازه ترین خبرهای امروز از افغانستان چیست؟ نظر خیش را در کامنت همین گزارش با همه با اشتراک بگذارید. تشکر از اینکه تا آخرین گزارش با ما همراه بودید. تا یک گزارش دیگر، خدا نگهدار.